بلک افغان تا جایی که من میدونم یک عطر به شدت خوشبو و جذابه. یا یا ترکیدم مس بیگ بنگ هیسیک ترا بیسیک سم شما چغال این خفشین شب میزنید برامون استریپ دنس بیتام در آورد استریم کش تهران دنمو سرویس کرد اونا که میخوان من اسکیپ شم بدونن میزنم استریم شخص آرومم میکنه اس ام اس بانک حاجی همین اول کار منو گرفت بنازم امین تی جی حاجی بعد قویه دوستش اونا که میخوان من اسکیپ شم بدونن میزنم اسلیم شخص اسلیم شخص من میکنه اسمس بانک میزنه پروژه سپر استار یه رو بنوشتم نصف ارسام میزنم فنوهد مثل اسلاک بازی و بلدیم لم شما علی بلانت اشکره چما حضوری چی میگی ولش کن بابا با خواهیه نهیدم بین شما ترپ هم هارد ندارم به کسی از... منم کم دیدم با خواهیه اینو میتونم فکت حساب کنم حضوری چی میگی ولش کن بابا با خواهیه نهیدم بین شما ترپ هم هارد ندارم به کسی یزرم تراست مجبورم خیابون ببرم گان شدم دکتر بلک افغان ترپ هم هارد ندارم به کسی یزرم تراست نکنی اعتماد که خطرناکه دخترو همشون بچن از فاک دزدن دوست دارم بزنن ساک میزنن لیش بوده بلدن نمیشه دندونست میگه هم حجی پیتو بابا چه هارده ببین فرق رپ پیور خوب اصلا سبکش مهم نیست اینی که قلم چی جوری به اونه اون کنی چی جوری داری می‌نویسی مثلا میاد میگه اونایی که میخوان من اسکیپ شم نمیدونم من میزنم اسلیم شخص چی این اسکیپ شو خودم شخص میدونی این باحاله نه اینکه صرفا بیای انشا مثلا یه قافیه تکسیلابیه با یه لفظ یه موقع هستی توی لفظ یه کانسپت خفنی داره اینو سخت قافیه پیدا کردن که برای رپر اگه سخت باشه این داستان که برو تو کوچه گل کوچیک بازی کن آه. ولی خب اونجا تو درک میکنی میگی باز اوکی مثلا طرف اینجا سختش بوده ولی ببین داره به چی میپردازه هاجی کانسپت رو بگی حالا میتونه یک لفظ گنگ باشه میتونه یه مسئله اجتماعی باشه ولی اینکه صرفا داری میای میگی رفتم اومدم دختر اومد فلان اینا بدون قافیه که یعنی تو نه سناریو خاصی داری هیچی نه خب چیکار کردی میگی چی میگم اون رو مخمه ولی هاجی اینجوری درسته اینجوری تمیزه بنازم تی جی میگه هم سولو هم گروپ سیکس میرن همشون شب بلو فیس ندیده میکنن از دونس میگه هم سولو هم گروپ سیکس میرن همشون شب بلو فیس ندیده میکنن از دور هیت چون فمینیست نیستم من رو تیت فتا مامور دستون پیت چون رفتم تهران من رو ستیج فنو هتی جی گود ساختن گستاخ نه ولی خود ساختم یه سری جور گود ساختن گستاخ نه ولی خود ساختم این رپه میگیری چی میگم محتوای رو اینکه محتوا شیعه رو ولشون اصلا اون مطرح نی ولی این رپه حاجی اینجوری بنازم فن و عتیجه گود ساختن گستاخ نه ولی خود ساختم یه سری جا رو قرص باختم همه شو بی خوبون ساختم رو قرص باختم بی خوبون ساختم همینجوری داره میزنه بابا بناز میکنم با دیگارد رو بام چفت چون کرد خیابون ما رو وانتد ولی خب معمولا کارو بار سیف ولو من پر ریزم همشون جلو من فولد سولو هم قد میجامت قبل این که ازت بخورم مشت بودو پتو اونتر بودو پتو نمیده این ورو آنتن لوتی یه آلبوم لاف بود کانسپتات خدنگا نشن تو مارکت خاطی بودو اید که تیجه پانچ انداخت یادش به کی میزد؟ کی آلبومش همه لاف بود؟ تیجه اصلا وزن و رایم و پانچ و لفظ و همه چیو میگاد آجی پکیج خیلی خوب یکم اکتش ضعیفه اکتش موزیک ویدیو نقطه ضعفش اینه آلبوم لاف بود کانسپتات خدنگا نشن تو مارکت خاطی بودوید که تیجه پانچ انداخت اینجا بهم میگن دایمنز داشی فن و عاشق شو بیتام جنست ارزون آیست باز جنسم خالص والتر وایت تا حالا ندیدی صحبتو با کس زدم برات همین دبی تو با سوس دفاع کنید بیاید خودتو راموس از دور میزنم روبرتو کارلوس اوهو آچی بنازم بابا تی جی اولین سینگل ترکیه آلبومشه نه دومیشه بنازم هاجی چقدر قدر بکنید بیاید خودتو راموس از زور میزنم روبرتو کارلوس بی تو هاجی عالی بود این ترک عالی بود ترک
همین درسته. ببین تیجه ویو ایناش همه اوکیه ها، ولی نسبت به چیزی که هست و بازخوردی که داره میگیره و چیزایی که میبینیم یه سریای دیگه هستن و بازخوردی که دارن میگیرن، واقعا یه کوچولو آندرریتد حاجی. اصلا میگم رپ این که راجبه چی داری میخونی خیلی مطرح نیست، اینکه چی جوری داری میخونی مطرحه، اینکه استراکچر قافیه ها چی جوریه، استراکچر موزیک چی جوری است، این مهمه میدونی. و واقعا بلده، واقعا بلده. تی جی بد داره قول میشه، بعد با توجه به اینکه این همه موزیک داره، خب تی جی پرکارترین بوده دیگه تو بچه‌ای که الان زیر 25 سالن و تو نسل خودشون، حتی چند تا آلبوم داره، چند تا کار داده. باز ببین خیلی تکرار مکررات توش نمیبینی، لفظای جدید، پانچای جدید، اینه میدونی، اینه. خب بنازم ارضا میکنم. من مثلا قافیه خوشگل هم وزن و قافیه های سخت میدونی، همونجا که گستاخ و با قرص و فلان و اینا بود الان یادم نیمه، اون خیلی سخت داره تا اینکه مثلا میگی تهدیدی، تعذیری، درگیری، شب میری، بد میدی، میدونی تا صبح پیش اینجوری قافیه گفت، یه جمله هم میندازی، یه جمله قافیه، جمله قافیه، اینجوری که لای بارا بیاری، ای بی سی دی بزنی، ای بی دی سی بزنی، برعکسش کنی، میدونی این باله. ولی اکتش یکم ضعیفه، یکم اون اکته رو نداره، مخصوصا وقتی داری هارد میخونی اکته خیلی تو موزیک ویدیو جوابه، یکم این اکته نداره، اکتش خیلی لشه، خوش سلیقه هم هست، خیلی حاجی این کار است، بد این کار است، میگیری چی میگم؟ این ببین مثلا تو وقتی یکی میاد میخوای بگی استعداد کارش بالافه، بعد کیفی نزدیکی، حداقل سعی کنه نزدیکی همچین چیزی باشه، میدونی. میگم اینا که من یادم یه زمان میگفتن حاجی تو زیر زمین دارن چیز میخونن، انشا میخونن، اون به خاطر نوع فلوشون گفتن، در حالی که خیلی قافیه و اینا متنی اینا خیلی قوی. باز میگم زمانی که تو خیلی متن عجیب غریبی داری مینویسی، قافیه لنگ بزنه یه کوچولو نباید باشه ها، ولی یه کوچولو دیگه نسبت به مارکت ما اینا، اینو میشه آدم حالا لاپوشونی کنه اوکی، ولی وقتی اونو نداری، کانسپت عجیبی نیست، فلوت اصلا فلو خودت نیست، اونجا دیگه چیز میدونی، یه موضوعی که صد نفر زدن یه قافیه نمیتونی بگی چیکار کنم، من اونو اصلا نمیفهمم، اصلا نمیتونم اون داستانو درک بکنم. بعد یه نکته دیگه، اون موقع اون فلوی که اونا میگفتن اونا انشای مثلا انگار دارن انشا میخونن دکل میزنن، بعضیا دارن اینجوری میزنن فاز مینستریم، قشنگ یاری داره انشا میخونه، قافیه هم نداره، درستی سوی انشای ریتمیک درست میشه، ولی خوبه تا یه مش کسایی که این کار نیستن نباشن، ارزش اون کارا معلوم نمیشه، میدونی، و این خوبه که اصلا هستن اونا.